ریچارد نیکسون تنها رئیس جمهور آمریکاست که استعفا داده یعنی آمریکایا یه روزی دن رئیس جمهورشون چند ماه بعد از اینکه با یک رأی بی سابقه ای برای بار دوم انتخابش کرده بودن بعد از یک مدتی به کشواکش سیاسی و اتهام و تحقیق و تفحص و تکذیب و سنا و کنگره و سر و صدا و اینا با یک رسوایی با یک بی آمد توی تلویزیون یک سخنرانی احساسی و تاریخی کرد و اشکی ریخت و گفت فقط اونی که بالای قله بوده میدونه که این کف دره بودن چه حالیه و بعدم سوار هلیکوپتر شد و رفت رفت رفت. Today, people like the president's kind of disappointing. Really? Our president wept like an insane person and then got in a helicopter and flew away. And the whole nation just watched him go. صحنه عجیبی از یک شخصیت بسیار بسیار خاص از اون شخصیت های نیکسون که از نمایشنامه های شکسپیر اومده انگار واقعا داستان زندگی سیاسیش طولانی پر از اتفاق دراماتیکه پر از لحظه های عجیبی که انگار واقعا مال دنیای واقعی نیستن مال فیلم ها هستن و حالا تو این ویدیو یک مقدمه یک مروری میخوایم بکنیم ببینیم که این رئیس جمهور عجیب کی بود چه کار کرد درباره چه دنیایی درباره چه آمریکایی داریم حرف میزنیم و اثرش روی این آمریکا و دنیا چی بود نیکسون آخر دهه 60 رئیس جمهور شد در یک شرایط استثنایی آمریکای آخر دهه 60 آمریکای عجیبیه دنیای عجیبی هستن خیلی چیزا داره توش زیر و رو میشه فرهنگی اجتماعی و بعدم سیاسی صدای مردم خیلی بلند شده صدای جوان ها مخصوصا خیلی بلند شده به اعتراض به خواست تغییر کف خیابون اعتراضات مردمی بالاست از جمله به خاطر ویتنام جانسون رو گفتیم که چه بلایی سر ویتنام آورد و ویتنام چه بلایی سر جانسون آورد آخرش دیگه جانسون در انتخابات هم شرکت نکرد با اینکه میتونست جامعه هم خسته شده بود از جنگی که حداقل 18 سال بود داشت توش میجنگید آدم میکشت کشته میداد هزینه میکرد بدون اینکه واقعا معلوم باشه برای چی حالا نیکسون آمده بود با این قول توی کمپین انتخاباتی تو تبلیغات قول میداد که من آمدم ویتنام رو تمام کنم یک اسلحه مخفی هم دارم برای این کار آمریکا میخواد دوباره بشه پیام صلح من آمدم بشم چسب به این جامعه ای که چند پاره شده جامعه ای که انقدر ناراضیه داره طرف ماشین رئیس جمهور سنگ و بطری میندازه واقعا میخواد ببینی که این رئیس جمهور تازه نفسش چه میخواد بکنه تازه نفسی که قریبه نیست تازه وارد سیاست آمریکا نیست الان ما 1969 ایم آخر دهه 60 نیکسون دهه پنجاه تو سیاست دهه پنجاه دهه ثبات بود دهه ای بود دهه آیزنهاور عموی مهربان ملت رئیس جمهور بود و محبوب همه بود و دموکرات جمهوری خواه نداشت خیلی انتخابش و اون دوره نیکسون معاون آیزنهاور بود حالا یا تحمیل شده بود به یا انتخاب شده بود یا هرچی در قدرت بود سالها کمپین های پرهاشیه داشت بعد رسیده بود به اونجا از این سیاست نبود هیچ وقت که مثلا بگی دل مردم تو مشتش مردم دوستش دارن اصلا اینطوری نبود هیچ وقت نبود خودشم میدونست و خودشم میگفت میگفت چهرهای سیاسی رو بعضیشون مردم دوست دارن بعضی دوست داشتنی هن بعضی ها کلا نچسبن میگفت به نظر من مهم نیست که مردم سیاست مدار رو دوست داشته باشن یا نه مهم اینه که احترام براش قائل باشن و من اومدم که مثلا اون رئیس جمهوری باشم که احترام براش قائل و بعدم مبارز بود یعنی خستگی ناپذیر می جنگ آدمی نیکسون که معروف به پراگماتیک بودن پراگماتیست بودن آدمی که حالا بعدش که میخوان بگن میگن برای اینکه به هدفش برسه هر کاری ازش برمیومد همه رو خراب میکرد اهل بازی پشت پرده بود بیشتر برنامه چینی و نقشه کشیدن و اینا تا بیاد با مردم صحبت کنی. تو همون کمپینه که گفتم میگه که من میخوام ویتنامو تمام کنم نمیگه چطوری حالا ما چطوریشو الان میدونیم چون نیکسون واقعا ویتنامو تمام کرد و به روش آبرومندی هم تمام نکرد با کلی آدم کشی تمام کرد که هنوز بحث هست که واقعا لازم بود یا نبود جنایت جنگی بود یا نبود تنش جنگ سرد رو مدیریت کرد دیتانت سیاست آمریکا در تنش زدایی رو پیش برد و شد رئیس جمهوری که هم گیلاس به گیلاس رهبران شوروی زد هم رفت چین در واقع چین رو آورد در وارد دنیا کرد خیلی خیلی دستاوردهای بزرگی بود اینا چین رو میگیم وارد دنیا کرد آمریکا تا اون موقع اصلا چین ما رو به رسمیت نمیشناخت اصلا قبول نداشت که اینها انقلاب کردن 25 سال از تاسیس جمهوری خلق چین میگذشت آمریکا دولت رو رسمیت نشناخته بود میگفت اونایی که تایوانن دولت رسمی هستن از نظر ما نیکسون ولی رفت و باز کرد رابطه رو با چین در رو باز کرد حداقل خیلی شخصیتش در چشم من بسیار پیچیده است شخصیتش خیلی عمیق و کارنامه‌ش هم هم دستاوردهای بیمانندی توش داره و هم رسوایی های واقعا بارها من وقتی دوارش خوندم و دیدم احساس کردم دارم یکی از شخصیت های ساخته شکسپیر رو میخونم اصلا این شخصیت مال دنیای واقعی نیست. داستان ریاست جمهوریش هم بعضیشون خیلی دراماتیکن واقعا. یه طوری که انگار دو تا نیکسون داریم. یک نیکسونی داریم خیلی اهل فکر و تدبیر و همه چی تا کجا ببینه و خیلی اهل تلاش و خیلی اینها سالها سابقه سیاسی داره از اونجا درس گرفته و بعد وقتی رئیس جمهور شده خدمات غیر قابل انکاری داشته برای هم برای آمریکایی که وظیفهش این بودی که برای آمریکا کار کنه و هم برای صلح جهانی از یه نظر و از اون طرف نیکسونی هم داریم که پارانویده نیکسونی هم داریم که همون آدمه ها به آدمای نزدیکش بیاعتماده پرسنل خودش رو شنود میذاره براشون دو قطبی سازی میکنه دو قطبی ها رو دامن میزنه همه رو دشمن میبینه و سیاستاش در ویتنام هم حالا تو جنگ ویتنام صحبت کردیم که چطوری چطوری به صلح میرسه اونجا و همین کارا هم چندین و چند بار زمینش میزنه و واقعیت همینه اینه که هر دو اینها نیکسون نیکسون هر دو اینها بود هم دکتر جکیل بود هم مستر هاید بود. یک نگاهی به فعالیت های سیاسیش بکنیم اصلا اول بریم از کودکیش نگاه بکنیم ببینیم که این کودکیش چه نقش و اثری داشت در شخصیتش نیکسون یک کودکی داشت پر از استرس و پر از وضعیت های طاقت فرسا واقعا کار یکی دوتا تا تروما نبود مذهبی بودند خانوادش مخصوصا مادرش کوایکر بودن کوایکر اینا حالا وارد چیزشون نمیشیم چون خیلی آدم مذهبی خودش نبود ولی یه چند جایی بروز داره رفتارهاش این و بعدش هم که یه کارایی میکنه که عملا نباید بکنه وقتی که کویکر هست مثلا فوش میگن نمیدن اینا میگن نمیرقصن میگن نمینوشن کلا رابطهشون با کارهایی که آدم خوش بگذره خیلی خوب نیست انگار نیکسون خیلی در بند بعضی از اینا حداقل نیست هم می نوشید هم توی مکالماتش دیدیم که فوش میداد و اینا ولی در مذهب رفت به دنبال خانواده و رفت به دنبال مذهبش حداقل این رو داشتش نیکسون میگفت مادر من بغلم نکرد به محبت هیچ وقت به خاطر همون اعتقادات مذهبیش کی به دنیا اومد قبل از شروع جنگ جهانی اول 1913 در یک روستای کوچیکی در کالیفرنیا به دنیا آمد در حاشیه الی خانواده پروتستان و از نظر اقتصادی ناموفق پدر دست به هر کاری میزدن نمیگرفت خانواده پرجمعیتی هم هستن خیلی کار میکنه از بچگی هم خیلی کار میکنه ولی خب نمیشه وضع مالیشون خوب نیست دو تا پسر خانواده از فلج اطفال میمیرن که هم زخم روحی سنگینی بود براشون هم خرج زیادی گذاشت رو دستشون باباش از اینا بود که بدبینه به سیاست تو اینا همه یه مش سیاستمدار فاسد دور هم جم جمع شدن و از این طرف مادرش یه خورد طبقه متوسط اومده بود درس خونده بود کار خیریه و اینها میکرد نیکسون هم علاقه داشت حتی بعدا هم صحبت که میکرد در مورد مادرش میگفتش که قدیس بود She was a سنت خیلی هم میگن دیگه یعنی علاقه داشت به مادرش اینطوری فکر کن میگن که نیکسون از همون بچگی آدم درونگرایی بود و البته آدم خیلی باهوشی بود خیلی رو میبینید اثر کودکی سخت و وضعیت اینطوری آدمای منفعلی میشن ولی نیکسون اینطوری نبود آدم بسیار سخت گوشی شد رفت درس خوند باهوش بود پذیرش هاروارد گرفت ولی وضعشون انقدر خوب نبود که مثلا بتونن هزینهش رو بدن و بره اونجا رفت یه کالج دیگری و یه دانشگاه دیگری درس خوند و پس زمینش با بعضی از نخبگان سیاسی که مثلا هاروارد میرفتن درس میخوندن و اینا فرق داشت علت اینم که اینو برجسته میکنن به خاطر اینی که تا آخر زندگیش در واقع این سایه روش موند مخصوصا که نیکسون تقریبا همسن کندیه تقریبا مال یک نسلن و با همدیگه خیلی جاها سرشاخ بودن دیگه آخرش تو انتخابات ریاست جمهوری که کندی آخرش رئیس جمهور شد کندی بچه پولدار کاتولیک از ساحل شرقی آمده البته هاروارد رفته هاروارد بویز به قول شاه نیکسون ولی میگفت من پول ندارم مثل کندی ها اون سوشال گریس رو ندارم که مثلا دل مردم رو ببرم اونطوری که کندی میبره ولی من میجنگم من از آتیش رد میشم میگفت کسی که برای رسیدن به هدفش از آتیش رد میشه خیلی قوی میشه و راستم میگفت نیکسون از سال 46 از بعد از پایان جنگ جهانی دوم فعالیت سیاسیشو شروع میکنه میره کنگره خیلی اسم و رسمی ها به تو موقع نداره زمان ترومن میره توی کمیته ای که مثلا طرح مارشال رو بررسی میکنن مارشال پلانو اصل چهار ترومن و اینا رو قبلا حرفشو زدیم اینا چیزایی هستند این که در ساختن اروپای بعد از جنگ خیلی مهم بودن در واقع خیلی طرحهای مهمی بودن زمان ترومن که اروپا رو جنگ داغون کرده بود آمریکا آمد و کمک کرد و اروپا آمریکایی شد که دیگه بعدش هم آمریکایی موند تا دهه ها بعدش اینا مال اون طرح مارشاله نیکسون حالا نقش خیلی کلیدی اونجا نداشت ولی تو در کنگره تو اون کمیته بود که اینو بررسی کردن و گفتن که این طرح خوبیه و به نفع آمریکاست و کمیته کمی اسم در کرد اون موقع بعد نیکسون و رفقاش یه خورده نقش داشتن در کشف یا شناسایی دو نفری که برای شوروی جاسوسی میکردن اونجا یه خورده ای اسم و چهره ای بر خودش ساخت و انگیزه شخصی هم داشت تو این قصه چون همش این حالت رو داشت که من این الیت نخبه های سیاسی رو که هستن من افشا میکنم یه جور خشمی از مقام امات سیاسی و از طبقه برخوردار و پر امتیاز جامعه انگار توش بود اینها رو تبدیل میکرد به کار به عمل بعد جلوتر نامزد سنا شد رقیبش دموکراتی بود نیکسون رفتار انتخاباتش اینطوری بود که بولی میکرد مسخره میکرد حمله میکرد خیلی و شکستم داد اون آقا هم شکست داد و بعدن که آیزنهاور داشت رئیس جمهور میشد سال 52 نیکسون رفت توی تیمش یعنی تقریبا 20 سال قبل از رئیس جمهوریش نیکسون رفت کاخ سفید البته اون بار به عنوان معاون رئیس جمهور معاون آیزنهاور آیزنهاور سن سالش بالا بود نیکسون خیلی جوان بود هفت سال بود کار سیاسی رو شروع کرده بود بعدم که دیگه آیزنهاور بعد از ریاست جمهوری داشت بازنشسته میشد و میرفت کنار فرض این بود که خب نیکسون رئیس جمهور میشه دیگه واسه که خوب مردم هم که راضی ان و میاد رئیس جمهور میشه واقعا میتونست بشه اگر حریفش یک آدم عجیب و تازه نفس و خیلی جذاب و پولداری مثل کندی نبود نیکسون در مناظرات له کرد کندی رو خیلی انگ های مختلفی بهش چسبوند که البته بعضیاش درست بودن واقعیتش اینه که کندی نماینده همه اون چیزهایی بود که نیکسون نبود و خودش رو علیهش تعریف میکرد پولدار بود دموکرات بود کاتولیک بود خوشگل و خوشتیب بود بی تجربه بود در سیاست تقریبا حالا خیلی بی تجربه تر از نیکسون نبود ولی به هر حال اهل پارتی و خوشگذرونی و از اون با اعتماد به نفس و خیلی مردمدار و تو دلبروی مثلا اجتماعی منظورمونه اونطوری و اینها بود برعکس نیکسون آدمی بود که جلوی دوربین معذب میشد حتی بعدا هم که رئیس جمهور شد سخنانیاشو مثلا میگن مینوشتن که دست و پاشو گم نکنه که البته چیز عجیبی نیست ولی راحت نبود واقعا نه جلوی دوربین راحت بود نه با مردم راحت بود خودش هم ابایی نداشت که این رو بگه بعدا گفت من اون مایه مردم دوستی رو ندارم نه مردم اونطوری منو دوست دارن نه من اینطوری هم که بگم وای عاشق مردمم و اینا ولی میتونم صدای آدمایی باشم که همین روحیه رو دارن خیلی در رسانه ها و سیاست صداشون شنیده نمیشه همه اونطوری نیستن منم اونطوری نیستم ولی ادای اونطوری بودنم در نمیارم نگاهی همچین چیزی داشت میگفت و به کندی هم که باخت با اختلاف نه با خیلی مویی باخت داستانش رو توی ویدیوی کندی تعریف کردی اونجا رو باخت بعد رفت که فرماندار کالیفرنیا بشه که اونم باخت و اونو که باخت دیگه انگار یا از عرش رسید به فرش گفت سیاست میذارم کنار رفت یه مصاحبه معروفی کرد گفتش که دیگه ببینید چی رو دارید از دست میدید دیگه دیگه نیکسونی در کار نخواهد بود که لگت بهش بزنید این طرف اون طرف این I want you to know. Just think how much you're going to be missing. You don't have Nixon to kick around anymore. Because, gentlemen, this is my last press conference. یعنی عملا گفت آقا من دیگه کار سیاسی نمیکنم که الان میدونیم حرف باطلی بود رفت البته اونجا نیویورک شرکت وال استریت کار کردن پولی در آورد یک تصویر جدیدی از خودش ساخت که دیگه آدم آرومی شده اون بچه بولی کننده و حمله کننده و خشمگینش رفته بعدن که برگشت به سیاست این بار به عنوان مرد سیاست مرد خرد برگشت سال 68 که گفت دوباره میام یعنی کندی رئیس جمهور بود ترور شد رفت جانسون آمد جانسون بود و بعدم دور بعدش بود و بعد که دیگه جانسون رفتنی شد نیکسون گفتش که من دوباره میام و خودش یک نیکسون جدیدی معرفی کرد قبلش رفت خوری این ونور رو دید و رفت ویتنام رو دید و اروپا رو دید و خاورمیانه رو دید و آمریکای لاتین رو دید و آفریقا رو دید و یه مقاله ای نوشت توی فارن که خیلی هم وقت گذاشت مقاله منطقی و دقیقی باشه آسیا بعد از ویتنام و توضیح داد که برای بعد از جنگ برنامهش چیه اونجا گفت ما نمیتونیم چین رو از خانواده ملت ها بذاریم کنار خیلی پوزیشن جدید و جالبی داشت میگرفت میگفت وسط این دعوای چپ و راست دهیش هست میخواست صدای اقلانیت و سیاست ورزی بشه کمپینش رو هم روی همین چیت گفت من اونی بودم که جنگ کره رو تمام کردم یک طرح سری هم دارم که جنگ ویتنام رو تمام کنم و حالا دوره هم هست که دموکرات هم خیلی ضعیف شدن جانسون که خب بعد از وضعیت ویتنام نمیتونست بیاد رابرت کندی قرار بود بیاد که اونم ترور شد خیلی دوران ناآرام و عجیبیه دیگه چند سال قبل کندی ترور شده رابرت کندی حالا ترور شده دکتر لوتر کینگ ترور شده دوران ناآرام و عجیبیه آخرش معاون جانسون آمد هیوبرت همفری آمد جورج والاس آمد نامزد شد که نامزد مستقلی بود فرماندار آلاباما بود انتخابات 68 آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که یک نامزد مستقلی میاد و رأی الکترال هم میگیره پنج تا ایالت جنوب غرب میرسه به آقای جورج والاس ولی نهایتاً نیکسونه که برنده اون انتخابات میشه با رأی الکترال برنده میشه 43 درصد رأی مردمی رو داره یعنی ولی ایالت های مرکزی و شرق میانه و شرق و اینها رو میبره و بالاخره ریچارد نیکسون میشه رئیس جمهور آمریکا شخصیت نیکسون رو ما خیلی مستقیم دیگه بیشتر دربارش صحبت نکنیم لابلای صحبت ها بازم میگیم ولی واقعا برای که شخصیتش دستمون بیاد یک داستایوفسکی باید بیاد و قضیه رو بشکافه بریم یه مقدار درباره هاش صحبت بکنیم گفتیم آدم باهوشی بود اراده راسخی داشت برای اهدافش رو پیش بردن به هدف رسیدن دانش سیاسیش واقعا همه جانبه بود در حد یک کتاب دایرت المعارف به سیاست مسلط بود به روابط قدرت وارد بود و ابایی از این نداشت پرهیزی نداشت از اینکه حرکات سیاسی خیلی متحورانه ای بکنه حالا اینو به روابط بینالمللیش که برسیم می‌بینیم. ولی یه نقطه ضعفی داشت اون خشم نهفته ای که داشت اون روحیه خصمانه که داشت گفتیم حالا ریبرند کرده بود اون رو خورده از بین برده بود و اینا ولی هر از گاهی اون میزد بیرون تیمش رو چطوری چید تیمی که چید خیلی جالبه هم تو تیمش بعدا تغییرات خیلی بزرگی داد هم توی یک سری از سیاستاش تغییر مسیر جدی داشت اول که کمپین کرد گفت من سیاستم اینه که در رو به روی همه باز کنم مشاور دموکرات داشت مشاور جمهوری خواه داشت ساعت ها میشست با حرف های اینها که با هم متضاد هم بودند گوش میداد که راه خودش رو پیدا بکنه که یه خورده این سنت آیزنهاوریه ولی اینطوری نموند کم کم رفت سمت یک نظام خیلی سفت و سختی که این مشاوره رو عملا از صحنه خارج میکرد چی کار کرد ولی یعنی دستاوردهای عمده آمریکا یعنی نیکسون برای سیاست آمریکا رو نگاه بکنیم یه خور دستمون میاد چرا انقدر رئیس جمهور مهمیه همه اینایی که تا حالا گفتیم و بسیار از حرفهایی که بعد از این میگیم و این طرف و اون طرف شنیدیم اینا درباره یا شخصیتشه یا اتفاقات بد و رسوایی های دوره نیکسون دوره نیکسون با یه اتفاق خیلی مهم و بزرگی شروع شد یکی از مهمترین لحظه های تاریخ بشر پاگذاشتن انسان روی ماه یعنی البته به نام نیکسون خورد ولی کارش واقعا زمان کندی انجام شده بود شروع شده بود و بعدا هم زمان جانسون پیش رفته بود ولی اونی که تونست بالاخره پروژه آپولو رو به سرانجام برسونه نیکسون بود حالا نیکسون بود که با آرمسترانگ صحبت کرد اینطوری بگیم یه رقابت فضایی سنگینی بین آمریکا و شوروی بود از اوایل دهه 60 کندی حمایت کرد شدت گرفت هدفم یک چیز بود پای انسان برسه به ماه اولش این خیلی پروژه مهمی بود برای آمریکایا و البته از اون طرفم برای شوروی ها ولی آمریکا درگیر ویتنام شد شوروی هم رفت درگیر اداره بلوک شرق و انقلاب ها و اینها شد این پروژه ها و رقابت همینطوری افتان و خیزان جلو رفت 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 یه خورده برای مردم لوس شده بود که آقا ما رو زمین داریم کشته میدیم و جنگ داغ و اینا شما تو فضا همش میگی ما میبریم این مثلا به چه درد کی میخوره وضعیت اقتصادی هم مخصوصا بعد از جنگ اولش خیلی خوب بود ولی بعد اون دوره رفاه بعد از جنگ هم رو به افول بود ولی بالاخره تو این وضعیت ناسا اعلام کرد که ما آپولو 8 رو داریم میفرستیم فضا بره یک دوری بزنه برگرده چند ماه بعدم برنامه اون اینه که اینو رسما بفرستیمش به ماه ولی خلاصه آخر دهه 60 گفتن که ما اینو میخوایم بفرستیم به ماه قبل از اینکه اصلا نیکسون بره وارد کاخ سفید بشه ولی اون رئیس جمهوری که با اولین انسانی که پا گذاشت روی ماه حرف زد نیکسون بود گفت این پرغرورترین روز زندگی ما آمریکایاست و و بعدش هم گفت بعید دیگه تا آخر این قرن کس دیگری پاش به ماه برسه پرچم آمریکا خورده بود روی ما رقابت فضایی که روی رئیس جمهورهای قبلی آمریکا سایه انداخته بود عملا تمام شد هرچند این میگم خیلی کار نیکسون نبود بریم ببینیم کار نیکسون چی بود نیکسون که آمد اون ثروت و رفاه بعد از جنگ کم کم جاشو داده بود به تورم بالا و بیکاری مخصوصا ویتنام هزینه های خیلی سنگینی روی آمریکا گذاشته بود نیکسون شروع کرد یه برنامه های اقتصادی که سر و سامانی به اقتصاد بده گراجوالیزم جلوی انفجار مالی رو میخواست بگیره انفجاری که جوان جانسون اتفاق افتاده بود و ترهی نبود که زود جواب بده دیگه باید, باید, جواب میداد خیلی آرام آرام نیکسون خیلی انگار نگران تورم نبود میگفتش که انت... کسی به خاطر تورم انتخابات رو نمیبازه ولی به خاطر بیکاری میبازه نرخ بیکاری وقتی که آمد سه درصد بود سال بعدش رسیده بود به 6 درصد و مشاور اقتصادی نیکسون بعضی بهش میگفتن که شما باید خرج دو هزینه های دولت رو بیاری پایین باید کم کنی و یعنی تورم مهارش از دست میره یعنی باید عرضه پول دولت رو کم بکنی و یک سری طرحهای سفت و سختی گذاشت شش ماه افزایش حقوق کارمندا رو عقب انداخت که مثلا حالا پول دست دولت بمونه این باعث اعتصاب شد نیکسون گفت ارتش رو میبریم کارهای پست و ارتش انجام بده تشدید شدنی نیست مجبور شد پول بده یعنی برخلاف اون سیاست اولیش انجام بده هم حالا بیکاری داشت زیاد میشد هم تورم بالا بود دموکرات ها فشار می آوردن که دولت باید یه خوردی کنترل کنه قیمت رو وضعش این شد که در انتخابات کنگره جمهوری خواهد نه تا صندلی نه تا کرسی از دست دادن بعد نیکسون فرمون عوض کرد سیاست های اصلیش رو در زمینه اقتصاد دو بار حداقل عوض کرد ظرف چند ماه یه بار دیگه مشاوره رو جمع کرد نیو اکانومیک پالیسی همه اصولی رو که قبلا داشت زیر پا گذاشت با یک سیاست های جدیدی آمد واقعیتش اینه که اصول اقتصادی سفت و سختی نداشت یه اهداف سیاسی داشت و نمیخواست که این اقتصاد مزاحم اهداف سیاسیش بشه فرمون و دوباره چرخون همه کارهایی که گفته بود نمیکنم و کرد هم حقوق و قیمت رو ثابت نگه داشت هم مالیات رو کم کرد و هم یه کار مهم دیگری کرد که دیگه از تاریخی ترین لحظه های تاریخ اقتصاد و تاریخ مالیه اون همی که گفتن که اصر طلا رو تمام کرد یعنی گفتن طلا دیگه پشتوانه دلار نباشه 100 سال تقریبا از 1870 تا 1971 سیستم مالی دنیا اینطوری بود که دلار آمریکا در برابر طلا یک نرخ ثابتی داشت حالا دقیقترش اینه از جنگ جهانی دوم به بعد همه پولا در مقابل دلار دلار هم از این ور پشتش بود به طلا یعنی دلار طلا بود این کمک میکرد به سیاست های مالی به سوپرشار شدن اقتصاد مخصوصا در آلمان و در ژاپن و یک نظمی در اقتصاد دنیا و اینها اتفاقی که افتاده بود الان دیگه 1971 بود آلمان و ژاپن و اینا خیلی هم رشد کرده بودن کارشون هم درست شده بود آمریکا مشکل داشت ویتنام و تورم و سیاست خلاصه دیگه واسه آمریکا خوب نبود در جیب مردم هم حس شد و نیکسون هم می ترسید که این باعث باختش بشه در انتخابات خیلی براش مهم بود که طبیعتا مثل هر رئیس جمهور دیگری انتخابات محله دوم رو هم یعنی دور دوم انتخابات رو هم بتونه ببره دوباره رئیس جمهور بشه برای همین آمد و این سیستم گولد سیستم رو عوض کرد ولی یه روزی اعلام کردن که دیگه پول پشتوانه فیزیکی نداره خیلی لحظه مهم و دراماتیکه در تاریخ اقتصاد حالا یک سیاست های خودشون اعلام کردن یه چیزای دیگه رو ما الان میتونیم بریم یا محققین اقتصادی مورخین اقتصادی میرن مکالمات نیکسون رو گوش میدن نیکسون همه مکالماتش رو ضبط میکرد توی کاخ سفید حتی با وزیراش و مشاوراش و حتی صحبت های بی ربط و پرت و پلا و اینا همه رو ضبط کرده خیلی هاش هست و میرن گوش میدن از توش در میارن خلاصه در میارن میگن که آره به خاطر این این سیاست رو اجرا کرد منتها دلیلش به کنار تصمیمی که تا همین امروز منتقدین خیلی بزرگی داره بعضیا میگن این کار دیسیپلین مالی رو از بین برد دیگه هر چقدر میخواستن میتونن خرج کنن سقف نداشت از اینه کردن دولت ها تورمساز بود بی اقتصادی آورد نابرابری آورد این کارا خیلی از تصمیمات بسیار مهمیه یک اشاره بالاخره باید بهش میکردیم یک برنامه تلویزیونی هم گذاشت و تر هم اعلام کرد و آمریکا یک جهش اقتصادی دید که از سال 71 در واقع شروع شد تا سال 72 هم ادامه داشت طرح برای نیکسون هم خیلی آمد داشت انتخابات رو برد و میتونست بگه دیگه کار رو در آوردیم کار رو در آوردیم اون هدف رو هم بهش رسیدیم اگر همیشه اگر بزرگی هست اگر شک نفتی 1973 اتفاق نیفتاده بود شک نفتی اقتصاد 73. اولین شک نفتی معادلات اقتصادی رو برای همه دنیا به هم ریخت قیمت نفت رفت بالا جنگ یوم کیپور شده بود سوریه و مصر حمله کردن اسرائیل آمریکا حمله کرد از حمایت کرد از اسرائیل کشورهای عربی تولید کننده نفت صادرات رو محدود کردن قیمت نفت چهار برابر شد سه دلار بود شد دوازده دلار ظرف یک سال تقریبا صنایعی که متکی به نفت بودن و خیلی از صنایع بیشتر از امروز فکر میکنم متکی به نفت بودن هزینه هاشون رفت بالا تورم بالا همراه با رکود دوباره استگفلیشن اصطلاح سال 74 تورم رسید به 12 درصد دیگه حالا آخرش رو نیکسون نموند که عواقبش رو ببینه ولی وقتی داشت میرفت وضع اقتصادی خیلی بد بود بیکاری و تورم رو به رشد بود و بازار بورس در آستانه ورشکستگی این شوک نفتیه رو داستانش رو باید یه جای دیگه بگیم چون حالا برای تاریخ دنیا مهم بود برای ایران هم خیلی مهم بود سیاست شاه هم توش خیلی مهم بود و بررسیش خیلی آموزنده است برای ما 5 6 سال قبل از انقلاب ۵هفت دیگه Suggested to the OPEC Saudi Arabia, number one oil producer, has certainly as great a stake as you do. And yet, he says, it's going to trigger depression, it's going to trigger trouble. Lex he has been told to say that. I'm uh, sorry to say this. By? I'm not going to mention any names. Well, by, well, by President Nixon? By I'm not going to mention any names. Ask the other member of the OPEC, all those uh, experts in the OPEC, what they think. در سرنوشت ما هم اثر گذار بود دیگه چیکار کرد نیکسون کلا میگن از زمان نیودیل روزولت تا نیکسون هیچ کس اونقدری طرح اصلاحی روی مسائل اقتصادی اعمال نکرده بود ولی خارج از اقتصادم در زمینه سلامت کار خیلی مهمی کرد آژانس محافظت از محیط زیست رو را انداخت اداره ملی اقیانوس و جف یک متممی اضافه کردن به قانون قانون هوای پاک که می گفتن سوخت ماشینا باید کنترل بشه کیفیت هوا باید در ابعاد ملی تست بشه کنترل صدا کنترل نویز محافظت از حیوانات دریایی آب شرب سالم برای اینا قانون تصویب کردن برنامه های کمک به تغذیه عمومی اینا هم نیکسون پیشنهاد داد یه خورده بعضی از اینا ممکنه برای ما عجیب باشه که یک رئیس جمهور جمهوری خواه با دید امروز ما حداقل دیدی که امروز از این حزب و از سیاست هاشون داریم یک رئیس جمهور جمهوری خواه اینقدر به مسائل بهداشت و محیط زیست و تغذیه و اینها توجه بکنه بعضی از اینا هم بود که از دم... سمت دموکرات‌ها می ولی نیکسون میخواست که توش نقش داشته باشه حتی کتاب آرمان شهری برای واقعی گراها میگفتش که یونیورسال بیسیک اینکام یک حقوق پایه فراگیر که به همه یه حقوقی بدن فارغ از اینکه کار میکنن, میکنن این دولت نیکسون طرحش داد و سنا مخالفت کرد سنایی که دموکرات توش بودن مخالفت کرده به انگیزه مخالفتشون این بود که فکر میکردن که اینکه قطعا اتفاق میفته رقمی که نیکسون داره پیشنهاد میده کمه ما اولا بذاریم به نام دموکرات بخوره برشم هم رقمش رو بتونیم ببریم بالاتر که مثلا بیشتر برسیم بخواستمون که نشد اصلا دنیای دنیای دیگه ای شد دهه های بعدم که اصلا سیاست عوض شد و الان مثل یک رویای خیلی ایدئالی و آرمانگی یا نست واقعاً که یونیورسال بیسیک اینکام بخواد بیاد آدم فکر اصلا حرفای هپروتیه این بود که دولت جمهوری نیکسون داده بود جالبه واقعا نگاه کردن به اینکه چطوری صحنه سیاست درباره این مسائل عوض میشه خیلی جالب یه مسئله دیگری که آمریکا اون زمان درگیرشه مسئله تبعیض نژادی و جنبش های مدنیه این البته حالا بعد از زمان جانسون جنبش حقوق مدنی رسیده به اینکه دولت فدرال دیگه جلوی تبعیض رو بگیره هرچند مسئله کامل حل نشده اون موقع هم ادامه داره مدارسی هستن که تکرنگه هستن ادغام کامل انجام نشده این مسئله خیلی مهمی برای نیکسون نبود ولی دادگاه عالی رأی داد که بالاخره باید این اتفاق بیفته نیکسون هم به عنوان رئیس جمهور باید میرفت بالای سر کار ایده جدیدی داد نیو فدرالیزم فدرالیسم نو کلیتش این بود که دولت نیاد بالا سر کار اجبارش بکنه کار رو بسپره به جوامع محلی یعنی یه کمیته های دونجاده ای در جنوب مستقر بشن کارشون این باشه که بدون خشونت و خونریزی این ادغام انجام بشه از سال 69 که نیکسون آمد تا 70 تعداد مدارس تک نجاده از 70 درصد رسیدن به 18 درصد این تغییری که زمان نیکسون اتفاق افتاد نه به ابتکار نیکسون ولی با اجرای دولت نیکسون یه کار دیگری هم کرد که خودش میگفت من بیشترین افتخاری که از دوره ریاست جمهوری دارم مال این طرح میگفت کارهایی که برای ویتنام کردم رابطه چین اینا همه که حالا بعدا میگیم میگفت اینا در برابر این برام هیچی نیست اونم اینکه مبارزه با سرطان رو تبدیل کردم به قانون همون سال 69 که آمد دو سال طول کشید تا به قانونی برسند و قانونی رو تصویب کنند و حالا ما داریم همه اعتبارشون میدیم به یه آدم واقعیتش اینه که طبیعتاً اینطوری نیست از سال 69 کمپینی درست شده بود و تبلیغات تمام صفحه توی واشنگتن پست و نیویورک تایمز و اینا که میستر نیکسون یو کن کیور کانسر یعنی واقعا اینطوری نیست که رئیس جمهور مثلا بگی که سرطان رو بریم درمان کنیم پشت هر کدوم این طرها کلی جامعه هست که داره فشار میاره اکتیویستا هستن برنامه‌های تبلیغاتی هست کمپین هست جامعه قوی داره این خواست رو هل میده هل میده مهمش میکنه ولی بعد یک دولت قوی مثل دولت نیکسون میاد قانون میاره و باعث میشه که کاری میکنه که تحقیق سر سرطان و درمان سرطان در حد در مقیاس خیلی بزرگ شروع بشه کنگره مجبور میشه سرطان رو جدی بگیره یعنی بودجه مؤسسه ملی سرطان رو ببره بالا یک سخنرانی مهمی نیکسون داره ژانویه 71 میگه همون تلاشی که ما کردیم اتم رو بشکافیم همون تلاشی که کردیم پا بذاریم روی ماه همون تلاش رو باید بذاریم که این بیماری هولناک رو درمان کنیم و فکرم میکردن واقعا که مثلا حالا پنج ساله همه تلاش ها رو بکنن راه درمانش پیدا میشه که بعدا معلوم شد که به ماه رفتن راحتتر از درمان سرطانه سرطان پیشیده کار مهندسی نیست سرطان رو با جنگ ویتنام مقایسه میکردن از نظر مرگباری میگفتن این ویتنام پزشکیه که حالا میدونیم ویتنام هم نبود راه حل دیپلماتیک و نظامی هم نداشت اونطوری نهایتا کمپین ناامید کننده بود سرطان اصلا جنگ نیست که توش پیروز بشی کمپینی که نیکسون راه انداخته بود بیشتر شکست خورد تا پیروز بشه حتی گفتن امید واهی فروختی به بیماران اینکه بیا اسم بیماری رو بذاری جنگ و فکر کنی میریم توش حلش میکنیم الان ساده لوحانه به نظر میاد سلامت روان بیمار رو هم تحت تاثیر قرار میده اینا همه درسته ولی اینا درساییه که بعد از انجام دادن این کار یاد گرفتیم یعنی الان که ما عقبا نگاه میکنیم اینا رو میدونیم نمیدونستیم اینها رو نمیدونستن و اون قضیه هم هست که این همه بودجه و تحقیقاتی که گذاشتن باعث شد که خیلی جدی گرفته بشه و درک بشه این بیماری پیچیده خیلی بیشتر و بهتر فهمیده بشه درسته که الان میدونیم که اینا تصورات اون موقعمون غلطه ولی اینکه میدونیم به خاطر همه کارایی که کردیم فهمیدیم که این سلول های سرطانی چیز ساکنی نیستن خودشونو با بدن تطبیق میدن جلوی درمان مقاوم میشن همه اینا هست حالا تو ویدیو نیکسون لازم نیست درباره اینها صحبت بکنیم ولی منظور این که مهم بود اون کاری که اونجا شد هرچند به نتیجه نرسید ولی شروعش بسیار بسیار مهم بود تنها چیزی هم نبود سرطان که نیکسون علیهش اعلام جنگ کرد و الان بعد از چند دهه معلوم شد که سیاست درستی نبوده The War on Drugs رو هم نیکسون اعلام کرد جنگ با مواد مخدر این هم از اون سیاست هایی شد که داخلی و خارجی بسیار اثرگذار شد یک مجموعه قوانین مفصلی آمد در محدود کردن تولید و توضیح و مصرف موادی که غیر مجاز بودن طبقه بندی کردن دی ای درست شد اون موقعی right okay, so oh, like یعنی اداره ای که همین قوانین رو اعمال کنه نیکسون خرانی کرد گفت سوء مصرف مواد دشمن شماره یک ملت بودجه زیادی رفت اون سمتی نتیجهش اینه که خیلی رفتن زندان نابرابری نژادی تشدید شد یعنی بین کسایی که قوانین جدید بهشون اعمال میشد خیلی زیاد بود نابرابری تعداد سیاهایی که میافتادن زندان خیلی بیشتر بود فشار زیادی آورد آمریکا که بقیه هم همین راهو برن برخورد با سیستم مواد نظامی شد در کلمبیا و مکزیک اثر این فشارها رو میدونیم داستان اونجاها اینکه چه تأثیری روی اصلا سیاست اونجاها گذاشت و جامعه اونجا گذاشت در دهه های بعد و. بعدن کشورهای دیگه و حتی خود آمریکا شروع کردن به بازنگری کردن این سیاست تا خیلی ها میگن اصلا اعلام جنگ مواد مخدر اینا ضررش از فایدهش بیشتر بوده بعدن هم رفتن خیلی جاها به سمت جرم و آزاد کردن و یه خورده توی کتاب نارکونومیکس دربارهش صحبت کردیم قبلا ولی این یک تغییر نگرش و تغییر سیاستیه که داره جلو چشم ما اتفاق میفته اینکه ببینیم از کجا شروع شد تجربه بشر در مقابلش چی بود چه فکرایی کردن چطوری رفت گفتن این کار اینطوری حل میکنیم بعد این چیاش غلط بود کجاها مسیر مسیر اشتباه باید اصلاح میشد و چطوری اصلاح شد این خودش یک کنجکاوی جالبیه بررسی جالبیه اصل حرف اینجا, اینجا اینه که The War on Drugs رو نیکسون اعلام کرد که الان میدونیم سیاست درستی نبود یعنی سیاستی نبود که نتیجه های مطلوب رو بیاره و اما سیاست خارجی مهمترین هدف نیکسون در اولین دوره ریاست جمهوری این بود که روابط با شوروی و چین رو درست کنه ایدش این بود که 800 میلیون نفر جمعیت چین ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم ولی قبل از اینکه بخوایم این کارو بکنیم باید ویتنام رو حلش کنیم یکی از مهمترین نقاط تبلیغاتی کمپینش هم همین جنگ ویتنام بود یه مروری بکنیم وقتی نیکسون آمد وضعیت در ویتنام چطوریه آمریکا 20 ساله که اول غیر مستقیم از زمان کندی بعد مستقیم در زمان جانسون درگیر جنگ ویتنام اعتراضات علیه جنگ به اوج رسیده آمریکایی که رفته بود ویتنام سریع کار رو یه سره کنه بیاد بیرون کمونیستای ویتنام رو شکست بده دولت تلف با خودش رو مستقر بکنه کلی تلفات داده کلی جنایت کرده جنگ کش آمده مردم دیگه فهمیدن جنگ توجیهی نداره به جز این که آمریکا نمیخواد شکست رو بپذیره و این خب خیلی سنگینه برای ملت اونم برای ابرقدرتی مثل آمریکا که تو جنگ جهانی دوم هم راحت وارد نشد ولی وقتی وارد شد جنگ رو یک سره کرد بعد اینجا دیدن ما رفتیم اونجا نمیتونیم در نمیایم این وضع نظر اخلاقی قابل دفاع نه حتی دستاوردی داریم غرور ملی خیلی آسیب دید بعد مقاماتم بسیار مخفی کاری کردن بعد دیدیم چقدر دروغ میگفتن نیکسون هم حالا میدونیم میخواست تموم بکنه ولی آدمی نبود که مثلا بیاد بگه جنگ تموم سربازای آمریکایی رو میاریم بیرون میخواست یک طوری جلوه بده که ما پیروز شدیم و آمدیم بیرون سیاستش این بود که ویتنامایز کنن ویتنامیزه کنه جنگو یعنی یه جوری از جنگ بره بیرون که ویتنام شمالی هم غلاف کرده باشه به ویتنام جنوبی هم اسلحه بده و یه حرکت خلاصه خیلی کوبنده انجام بده و نشونشون بده مثلا رئیس کیه و بعد با سر بلند بیاد بیرون مثلا مذاکرات صلح ویتنام و ولی جان... نیکسون شروع نکرد میدونی مذاکرات صلح قبل از نیکسون شروع شده بود جانسون وقتی که دیده بود ویتنام یه همچین باتلاقی شده شروع کرده بود به مذاکره سال 68 هم قرار بود اصلا به توافقاتی برسند پایان جنگ قرار بود میراث جانسون باشه ولی نیکسون رفت پیغام داد به مقامات ویتنام شمالی که مذاکرات رو متوقف کنین تا من بیام من که بیام امتیازات بیشتری بهتون میدم توافق بهتری میرسیم فکرش رو بکنین کار عجیبی ها یه جنگیه که آدما دارن در دو طرفش میمیرن میلیون ها دلار داره در ادامش هزینه میشه اینو کش داد که خودش بتونه کمپینش رو پیش ببره و خودش بتونه اون کسی باشه دولتش بتونه اون دولتی باشه که تمام میکنه و یه آدم مهم در روابط بین ملل نیکسون هنری کیسینجر دیگه کیسینجر مفصل دوارش صحبت کردیم حالا مفصل که نه واقع. ولی دوارش قبلا صحبت کردیم پناهنده یهودی یه که از آلمان نازی رفته بود آمریکا در جنگ جهانی دوم رفت و ارتش آمریکا هاروارد درس خوند تز دکتراش رو درباره اروپای بعد از ناپلئون و کنفرانس وینو اینا نوشته بود اهل رئال پالیتیک درباره برایند قدرت موازنه قوا و یکی از آدمایی که تو تزش تمرکز کرده بود روش مترنیک بود مترنیکی که بعد از جنگ‌های ناپلئون گفتیم معمار دیپلماسی جدید اروپای قرن 19 بود و کیسینجر کی داره به مترنیک فکر میکنه در دوره جنگ سرد 130 -40 سال بعد از مترنیک داره بهش فکر میکنه در اوج جنگ سرد داره میره سراغ شخصیتی که ایدش این بود که ما باید به موازنه قدرت دقت کنیم ما هر ایدئولوژی که داریم هر هدفی که داریم اینا به کنار ما نهایتش چند تا کشور قدرتمندیم که هدفمون اینه که با هم نجنگیم ما باید بتونیم منافع همدیگه رو یه طوری تأمین کنیم که با همدیگه سرشاخ نشه بعدها در عمل هم دیدیم برای کیسینجر رئال پالیتیک اصل بود پراگماتیسم اصل بود برای همین به آدمایی مثل مترنیک به آدمایی مثل بیسمارک خیلی توجه میکرد آدم بسیار مهمی بود کیسینجر مرد دیگه چند وقت پیش یه ویدیویی هم دربارش منتشر کرد خیلی آدم مهمی بود هم نظر فکری آدم مهمی بود هم نظر اجرایی آدم مهمی شد کیسینجر در کابینه نیکسون نیکسون مثل کارهای اقتصادی اینجا در سیاست خارجی هم تصمیم گیری رو نهایتا محدود کرد به یک نفر یعنی کار سپورت به یک نفر خیلی اعتماد به آدم های زیاد نمیتونست بکنه ترجیح میداد یک مایی درست کنه بقیه جلوش باشن این ما در سیاست خارجی نیکسون و کیسینجر بودن یه زوج کاملی هم به نظر می آمدن. کیسینجر آدم اهل فکر و تئوری و اینهایی بود نیکسون حالا گفتیم مقاله نوشته بود و چهره جدیدی از خودش نشون نه ولی مرد عمل بود واقعا این زوج رو درست کرده و بقیه رو عملا گذاشت کنار و بعد با کیسینجر رفت سراغ اینکه مسئله ویتنامو اونطوری که میخواد حل کنه و بعدا مسئله جنگ سرد و رو بندازه روی اون کرسی که خودشون میخواد مختصر قبلا تعریف کردیم دو سه بار که چطوری ویتنامو تمام کردن مذاکرات صلحی در پاریس در جریان بود کیسینجر مخفیانه رفت با ویتنامی های شمالی مذاکره کرد و نتیجه نگرفت بعد به این نتیجه رسیدن که ما باید یک کیسینجر و, کیسینجر و نیکسون که ما باید یک حملات کوتاه و سهمگینی بکنیم که با حمله ویتنام شمالی رو بیاریم پای مذاکره باید آدم بکشیم با که برسیم به صلح چرا اینطوری باید به صلح برسیم چون میخوایم چهرهمون رو حفظ کنیم میخوایم حفظ آبرو بکنیم برای این کار طرحی بود که در کاخ سفید محبوب نبود البته نیکسون دوباره تر حوض کرد اومد سخنرانی کرد حالا گفت ویتنامیزه میخوایم بکنیم یه کلکلی با تظاهرات کننده های ضد جنگ کرد گفتش که ما ما گفتیم که میخوایم جنگ رو تمام کنیم ولی نگفتیم طبق خواسته های شما میخوایم طبق طرح شما میخوایم تمام کنیم ما سیاست خودمون رو داریم ما دوباره ما و شما اون دیگری سازی داره گفت اکثریت خاموش آمریکایی ها پشت منن اکثریت خاموش به من اعتماد دارن که من صلح پایدار میارم و سخنانیش واقعا جوابم داد یک آدمایی که فکر میکردن صداشون شنیده نمیشه پشتش ایستادن اون جنبش ضد جنگ مقداری خوابید و بعد نیکسون تونست اون کاری که میخواد بکنه و کاری که میخ... میتونست میخواست بکنه و کرد یکی از فجایع این جنگ بود تهرشون این بود که راه اینکه کمونیست های ویتنام به سلاح دسترسی پیدا بکنند رو ببندیم و چطوری راه رو ببندیم این که بریم کامبوج رو بمباران کنیم کامبوج رو بمباران کنیم کامبوجی که عملا و رسما خارج از جنگه 11 هزار نفر کشته شدن حداقل در یک کشور بیطرف در عملیاتی که پنتاگون اجراش نکرد کیسینجر بهش گفت مسئولیت رو پنتاگون قبول کنه بگیم عملیات نظامی بوده نیکسون زیر بار نرفت میگفت کمونیستا باید بفهمند با کی طرفن و اینا با من طرفن من آدم کله خری اسناد حمله سالها بعد کشف شد و جالب اینه که این استراتژی جوابم نداد دوباره موج اعتراضا شروع شد دانشجو اعتراض کردند تو دانشگاه به پلیس رفت چهار نفر رو کشت تظاهرات گسترده ای را افتاد علیه جنگ در واشنگتن و نیکسون که اوزار دید گفتش که منم نظرم با شما یکیه همین الان 150 هزار تا سرباز دیگر رو میگیم برگردن یه خوره شروع کرد به وقت خریدن از این طرف شروع کرد با کیسینجر یک طرح دیگری اجرا کردن با چین و شوروی متحد شدن که به ویتنامی های شمالی دیگه اسلحه نرسه در واقع میخواستی کاری کنه که مجبور بشه شوروی انتخاب کنه که با آمریکا کار کنه یا از ویتنام حمایت کنه میگفت یک ماهی گنده تر از ویتنام میخوام توی بساط اینا باشه بیگر فیش تو فرای میخوام داشته باشن شوروی و بعدش چی شد سه تا پروژه رو همزمان دارن پیش میبرن یکی پیروزی نظامی به دست آوردن یعنی مانور پیروزی نظامی چون به هر حال که شکست خورده بود آمریکا به هدفش نمیرسید ولی یک پیروزی نظامی به دست آوردن یکی مدیریت افکار عمومی سربازای آمریکایی رو برگردوندن ویتنامیزه کردن خود ویتنامیا بجنگن و یکی هم قطع سلاح یعنی متحد شدن با شوروی و چین کیسینجر میرفت مذاکره با خود ویتنامیا که شرایطتون برای صلح چیه نماینده ویتنام شمالی توی مذاکرات بود یه مقدار به نتیجه میرسید یه مقدار نمیرسید و نهایتا اون چیزی که کار را تمام کرد بمباران دسامبر 72 بود بمباران های کریسمس کریسمس بامبینگ از 18 تا 20 دسامبر 72 11 روز آمریکایی‌ها بمب ریختن روی ویتنام شمالی 20 هزار تن دیگه حالا اینا البته میگیم 20 هزار تن برای اون موقع عددی بود الان انقدر این رکوردا رو یکی رو دست دیگری بلند شده زده که عددهای خود معنیشون رو از دست دادن ولی بمباران خیلی شدید و سنگینی کردن هم از شهروندان و هم تأسیسات نظامی و یه چیزی بود که اون موقع میگفتن از زمان جنگ جهانی دوم دو همچین حمله هوایی سابقه نداره و همین هم واقعا شد آخرین حمله آمریکا به ویتنام و بعدش گفتن که انتخابات آزاد برگزار بشه به کیسینجر هم اومدن جایزه صلح نوبل بدن که دادن دادن بهش به کیسینجر و به اون آقای ویتنامی که اون گفتش که من جایزه رو که به کیسینجر میخوام بدن من نمیخوام برم بگیرم مقاومت رو ما کردیم حمله رو اینا کرد کردن آدم رو اینا کشتن حالا به اینا هم جایزه بدید ولی خب کیسینجر رفت و شیک و مجلسی جایزش رو هم گرفت و چهره برجسته شد که حالا دیگه حتی نیکسون رو هم یک مقدار میبرد زیر سایه مهمترین یادگار نیکسون در سیاست خارجی ولی شاید اینه که رابطه یعنی قطعا اینه که رابطه ای آمریکا و چین رو دوباره کلید زد نیکسون که آمد سر کار چین کشوری بود کمونیستی به رهبری ما و فقیر پر جمعیت حالا نیروی نظامی هم داره پیدا میکنه ولی کشوری از یه نظرهای مهم از یه نظرهای واقعا داغون حتی شوروی هم که متحد ایدئولوژیکش بود حالا یه کمی داشت ازش می ترسید همسایه شوروی هم بود چین نیکسون و کیسینجر قدرت گرفتن چین رو یک فرصتی دیدن گفتن که ما اگه بتونیم با چین رابطه برقرار کنیم شوروی رو هم میفرستیم در موضع ضعف بعد به شوروی و چین میتونیم بگیم به ویتنام هم سلاح نرسونید جدا از موضع ایدولوژیک فکر میکردن چین فرصت اقتصادی زیادی هم میتونه باز بکنه کیسینجر یک مطالعه مفصلی رو تاریخ چین هم داشت یه تزی درباره اون هم داشت و خلاصه فکر میکردن باز کردن رابطه با چین خیلی کار مثبت و مفیدیه ولی خب وسط جنگ سرد بودن رابطه با کشور کمونیستی خیلی چیز دور از ذهنی بود اونم کشوری که آمریکا گفتم اصلا به رسمیت نمیشناخت دولتش رو اصلا میگفت اینا جنگ داخلی که شده اینا بیخود رفتن اونجا نشستن در پکن اینا باطلن اصل کار اونایی یعنی که تایوانن خیلی هم میگن این کاری بود که هیچ کی نمیتونست بکنه جز نیکسون یک آدم عملگرا و یک آدم جمهوری خواه سفت ضد کمونیستی که اتفاقا ازش بعید چنین حرکتی کسی نمیتونه بگه سازش کار بود نیکسونه که میتونه بره چین takes تو to, go to China. اینه که میتونه بره از موضع قدرت رابطه با چین درست بکنه توی داستان کندی گفتیم که وقتی رفت سر برلین مذاکره بکنه خروشچوف مسخرش کرد بولیش کرد چوروی مذاکرات به جایی نرسید دیوار برلین رو کشیدن نیکسون تصمیمش ایدئولوژیک نبود قصد و قرض پشتش کاملا استراتژیک بود شطرنج داشت بازی میکرد و واقعا هم کسی نمیتونست بگه نیکسون رفت و کمونیستا مثلا بازیش دادن یا داره باهاشون راه میاد واقعا به نیکسون نمیشد این حرف رو زد صحبت که 1971 تقریبا 1349 ماست از چه طریقی میرن واسطه رابطه با چین که پاکستان پاکستان و یه خورده داستانش و داستان رابطهش با آمریکا و اینا رو توی ویدیو دیگه تعریف کردیم پاکستانی که اون موقع درگیر جنگم هست جنگی که تاش تا دیگه بنگلادش جدا میشه پاکستان شرقی ازش جدا میشه و آمریکا هم خیلی اونجا براش مهمه به خاطر اینکه میخواد شوروی متحد جدیدی اونجا پیدا نکنه پاکستانی که هم مرز با چین هم هست برنامه هسته ایش هم داره پیش میبره و هم از چین و هم از آمریکا داره اسلحه هم میگیره و این وسط آمریکا دید که پاکستان گزینه خوبیه پاکستانی که خودش شماله خود موقعیت متزلزلی داره میخواد که راه ارتباطی بشه بین چین و غرب اول یه سری پیغام محرمانه از سفارت و بعد از طریق رئیس جمهور پاکستان بین نیکسون و نخست وزیر و نهایتا هم اینطوری میشه که کیسینجر مخفیانه میره پکن میره پکن کیسینجر میره اونجا ببینه چه خبره و بعد 11 جولای کیسینجر پیغام میفرسته به نیکسون که چین با اصل قضیه و با اصل دیدار موافقه خیلی نیکسون خوشحال میشه دیگه این جاه طلبانه ترین بلند پروازانه ترین پروژش بود پیغام میفرسته به نیکسون به کیسینجر تبریک میگه میگه برگشتی جایزه بهت میدم یه روز مرخصی بهت میدم بعدم میاد تو تلویزیون اعلام میکنه که من دعوت چین رو پذیرفتم دارم میرم چین قبل از انتخابات خیلی برای نیکسون مهم بود که این کار مهم رو انجام بده البته بیشتر اعتبار قضیه میره برای کیسینجر کیسینجر میشه قهرمان قصه ولی نیکسونه که میره چین میره با همسرش چین تلویزیون هم پخش میکنه از پلای هواپیما میان پایین 25 ساله را هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود نداره یک هفته در چین آمریکایی‌ها دارن چین رو برای اولین بار از تلویزیون میبینن میره پای دیوار چین تحصیل میکنه تمدن چینو خود نیکسون میگه که این دنیا این دیدار دنیا رو تغییر خواهد داد و کاملا هم درست میگه کاملا هم درست میگه دنیا رو تغییر میده خیلی مهم این قصه روابط قدرت در جنگ سرد به نظر نمیرسید گرهش به این زودی باز بشه و این دیدار یک شوک بزرگی بهش وارد کرد دیگه شوروی دست بالا رو نداشت که جاهای مختلف بتونه جلوی آمریکا در بیاد مجبور بود عملا که مذاکره بکن بعدم دنیا قدرت ها بود دهه ها بود درگیر دوگانه چپ و راست بود کمونیست و سرمایه داری حالا یک راه حل دیگری داشت میذاشت جلوش اینکه روابط دیپلماتیک بر اساس ایدئولوژیاشون نباشه بر اساس منافعشون باشه منافع کشورها باشه یعنی این اصلا یک انقلابیه در نگاه به دیپلماسی و در نگاه به جایگاه سیاست مداره. حالا انقلابه نه هیچ وقت در تاریخ اینطوری نبوده ولی حداقلش اینه که نسبت به اون اتفاقی که داشت میافتاد یه تغییر خیلی بزرگه یه کمی فکر کنیم به این تا قبل از جنگ جهانی اول رابطه کشورهای بزرگ با کشورهای دیگه استعماری بود یعنی قدرت‌های خیلی بزرگ بریتانیا میرفت هندو میگرفت مستعمره میکرد و مستعمره میکرد شیوه حکمرانی خودش رو اونجا حاکم میکرد در قرن بیستم این میل به کشورگشایی به عنوان مثلا یه روشی برای قدرتگیری، این کمرنگ شد تقریبا از بین رفت هم کشورها زورشون نمیرسید مستعمره نگه دارن جنبش های ملی گرایانه هم تقویت شده بود استقلال طلبانه تقلید، تقویت شده بود داستان بریتانیا و هندو میدونیم چی شده بود دنیا دیگه دنیای دیگری شده بود نمیشد مستعمره اداره کرد حالا مسائل اقتصادی و مالیش به کنار دیگه در این دنیا دنیای مستعمره داری نبود استعمارگری پرهزینه شده بود. بعد از جنگ دوم هم که سازمان ملل دیگه درست شد و گفتن اصلا برنده های جنگ نباید دنبال کشور گشایی باشن ولی این به این معنی نیست که اینا نمیخواستن حوزه نفوذشون رو زیاد بکنن میدونیم هم از اون طرف استالین و شوروی میخواستن ایده کمونیستی رو تکثیر کنند. ایدئولوژی رو ببرند، دخالت دولت رو حد اکثر کنن جاهایی که نفوذ دارن هم آمریکا و غرب اونطوری که ما میگیم رفتن دنبال اینکه رابطه تجاری آزاد داشته باشن هر چی بیشتر که میشه دخالت دولت کمتر حالا داستان بلوک غرب و بلوک شرق و اینها اینا دو تا مسیر کاملا متضاد بود جهان رو دوپاره کرده بود جنگ سرد بود سرد بود یه جاهای گرم بود ولی کشورگشایی نمیکردن آمریکا و شوروی ولی از هم میترسیدن و در جاهای مختلف دنبال نفوذ بودن دنبال بودن که نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن شوروی از انقلابهای کمونیستی در کشورهای مختلف حمایت میکرد از این طرف سی درست شده بود یکی از اهدافش این بود که بره جاهای مختلف دخالت کنه یه حکومتی بیاد سر کار که حداقل کمونیستی نباشه اینم رد پاش و جاهای مختلف دیدیم ابتکار نیکسون اهمیتش اینجا معلوم میشه که رابطه یک قدرت رو با کشور جهان سومی یه طور جدیدی تنظیم کرد چین اون موقع کشور ثروتمندی نبود ولی کشور مهمی بود جمعیتش زیاد بود ارتشش قوی بود ما و آدم مهمی بود موقعیت ژئوپلیتیکش یه طوری بود چین که به لحاظ رابطه با شوروی هم برای آمریکا مهم بود با از نظر ویتنام هم مهم بود و نیکسون و اینطوری فکر میکنن که چطوری میشه با چین یک طور جدیدی بازی کرد طوری که هر دومون سود کنیم چین یک بازار خیلی بزرگه موقعیت جیوپولیتیکش هم اینه و این یک فرصت استثنایی برای اینکه معادلات رو عوض کنیم درگیر این نباشیم که این کشور کمونیستی مایستی افکار سوسیالیستی داره اینا هرچی که هست هست علا رقم اینکه ما به لحاظ ایدئولوژیک از هم دوریم به این نگاه کنیم که ما ما فکر میکنیم اگه با هم رابطه داشته باشیم برامون سود داره ببینیم چی داریم که ما به اونا بدیم اونا چی به ما بدن که هر دو برنده بتونیم باشیم قطعا تو این رابطه ممکنه با نگاه کنیم بگیم اینا بیشتر بردن یا اونا بیشتر بردن ولی حواسمون باشه که بعد از 40 سال 50 سال اینکه کی بیشتر برد کی کمتر برد فرق میکنه عوض میشه هزار تا اتفاق میفته هزار تا بازی و انتخاب دیگه انجام میشه در اون لحظه هر دو توشون بر در این کار هر دو بتونن در این کار یک بردی یک پیروزی ببینن با این ایده چین رو برمیگردوندن به نقشه دنیا و البته برای آمریکا هم منافعش خیلی زیاد بود توی این نوع دیپلماسی که میگیم میتونید که بگیم دل کسی به حال دیگری میسوزه اهرم فشاری اگه داشته باشه استفاده نمیکنه نه نه نمیکنه آمریکا اصلا بعد از هم خیلی جاهای دیگه جنگید همچنان اینکه کی قوی تره مهمه همچنان زور دو طرف مهمه ولی این ایده که یکم روابط کشورهای مهم با هم پویاتر بشه میز مذاکره از نبرد ایدئولوژیک تبدیل بشه به اینکه این, این جهات تضاد منافع داریم که هست این جهات اشتراک منافع داریم بتونیم روی این کار بکنیم این و موقع اون موقع ممکن بود به نظر ناممکن و سخت و عجیب برسه ولی تاریخ ثابت کرد که چین و آمریکا اشتراک منافعشون میتونست خیلی زیاد باشه و زیاد شد و بعدا چقدر به نفع جفتشون شد یه زمانی آمریکا خیلی سود کرد یه زمانی چین سود کرد انقدری که الان بعضیا میگن که هم واقعا آیا نیکسون کار خوبی کرد که چین رو آورد باز کرد و حالا چین شد تهدیدی برای قدرت آمریکا الان بعد 40 سال 45 سال 50 سال اینطوری بهش نگاه میکنن و این نشون میده که درسته که هزار تا اتفاق دیگه میتونه بیفته ولی در هر دو برای هر دو اینها در این کار پتانسیل برد زیادی وجود داشت سه ماه بعد از اینم نیکسون رفت شوروی حتی اگر نیکسون فارغ از اینکه میتونست آیا نیکسون به شوروی بره اگر به چین نمیرفت به این نداری. نداریم ولی حتی اگه چین نرفته بود شوروی رفتنش هم قدم بزرگی بود حرکت خیلی بزرگی بود اولین رئیس جمهور آمریکا بود که داشت میرفت شوروی تفاهم نامه امضا کردن فعالیت های موشکی رو محدود کردن پدافندا رو کم کردن جنگ سرد سردتر شد این در ادامه سیاست های نیکسون و کیسینجر جنگ سرد نوینی میخواستن درست کنن تنش رو کم کنند، از اون وضعیتی که حالت آماده باش برای جنگ داشته باشن بیان بیرون قبلش هم ادامه داشت جنگ سرد یه جاهای گرم بود در جهان سوم فجایع انسانی هم داشت کیسینجر هم توش نقش داشت اینا رو همه رو میدونیم و همش هم درسته ولی اگر تمرکز کنیم روی سیاستی که آمریکا داشت و اینکه تنش رو نمیخوایم انقدر بالا نگه داریم طولانی مدت میبینیم که چه کار بزرگی انجام شد تجربه ویتنام رو داشتن تجربه درگیری شوروی در انقلاب ها در بلوک شرق و اینا رو داشتن میخواستن تمرکزشون رو بتونن برگردونن به مشکلات داخلی چون جفت اینا به هر دو این قدرت ها ضربه زده بود مسئله ویتنام جنگ ویتنام برای آمریکا بد شده بود نهایتا دیگه خیلی بد شده بود ترجیح میداد که بتونه انرژیشو بذاره فرض کنید ویتنامی نبود و جانسون میتونست تمرکزشو بذاره رو مشکلات داخلی روی سیاستاش در داخل آمریکا قبلا تو ویدیوی جانسون تعریف کردیم که جانسون چقدر خوب داشت پیش میرفت و ویتنام چه ضربه بزرگی به میخواستن یه کاری کنن بتونن بدون اینکه مدام برای هم خطا نشون بکشن یا یه جاهایی مثل ویتنام واقعا با هم بجنگن تمرکزشون رو بزنن بخش زیادی از ریسورسشون رو بذارن برای جنگ داخلی برای ببخشید سیاست های داخلی و تونستن این کار رو بکنن و بعد اینطوری میرسیم به انتخابات دور دوم دور اول ریاست جمهوری نیکسون با این دستاورده و اینها تموم میشه میرسیم به انتخابات دور دوم و دیگه انقدر کارنامه نیکسون یه طوریه و دیگه وضع جامعه و نگاهش هم به کارهای طوریه که در دور دوم از 50 ایالت 49 تاشو نیکسون میبره میبره سه روز بعد از اینم که سوگند ریاست جمهوری میخوره در دور دوم پیمان صلح رو امضا میکنن اسرای از آمریکایی آزاد میشن برمیگردن آمریکا ژانویه 73 نیکسون خوشحال یک مهمونی میگیرن بزرگترین مهمونی تاریخ کاخ سفید سربازا و اسرای از ویتنام برگشته میان و دیگه نیکسون داره فکر میکنه که این دور دوم رو یه طوری بگذرونم که تاریخ ساز بشم برنامه های بزرگ در کشور را بندازم یک روابط عمومی سنگین هم بذارم پشتش که این دستاورت ها تا مدتها در ذهن آمریکایا و در تاریخ آمریکا بمونه که البته خیلی خواب خوشی بود خوشخیالی بود نیکسون با چنان بدنامی رفت از سیاست آمریکا کنار که مثال شد داستان شد کمی از انتخابات گذشته بود سر و صدای پرونده بلند شد که بعدن شد یکی از بزرگترین رسوایی های سیاسی تاریخ آمریکا و آخرش هم نیکسون مجبور شد سرش استعفا بده و کلی برنامه و کارهای نکرده رو رها کنه و بره توی قصه واترگیت اینجا نمیشیم قصهش خیلی مفصله و خیلی جالبه و جالبیش هم تو جزئیاتشه یه جای دیگه کامل تعریفش میکنیم امیدوارم هم که زود این کارو بکنیم برنامه که خیلی زود این کارو بکنیم ولی واقعیتش اینه که خود قصه ساده است اتفاق خیلی عجیب غریبی نیست یه خطیش ساده است قبل از انتخابات یه سری آدم میفرستن برن از حزب دموکرات اطلاعات جمع کنن چطوری برن تو دفترشون مثلا شنود بذارن یا برن مدارکشون رو بدزدن بیارن معلوم هم نیست حالا واقعا نیکسون چقدر خودش در جریان بوده نبوده دستورش رو داده نداده چون خود این کاره هر چقدر کار داغون و زشت و غیرقانونی و سطح پایین و غیر اخلاقی و همه اینا که باشه این نبود که باعث رفتن نیکسون شد اصل داستان بعدش بود و اون جایی بود که معلوم شد که این قضیه اومد بیرون درس کرد تحقیقات شروع شد و نیکسون شروع کرد سنگ انداختن در کار تحقیقات لاپوشونی کردن کاوراب کردن هاشا کردن دروغ گفتن بعد دیگه تو پیچ و خم این قصه واترگیت کامل میشه اون شخصیت نیکسون رو دید تو تاریکی شب میره تو اتاق مطالعهش میشینه نقشه میکشه چطوری ترتیب مخالفینش رو بده هم اون سمت متفکر و نقشه کش و ایناشو هم اون شرارتهاش تو این داستان میریزه بیرون واقعا آدمی بود به شدت سوء زندار به هیچ کس اعتماد نداشت به همه مزنون بود به دموکرات ها مزنون بود دور اول موفق بود ولی خمش نگران بود که از یه جایی ضربه بخوره که انتظارشو نداره و همینم شاید آخرش به فناش داد توی انتخاباتی که کاری کردن که معلوم بود میبرن واقعا شاید نیازی هم به این کارا نداشتن ولی رفتن تو این کارا دیگه شنود بذار تو کاخ سفید شنود بذار به این باج بده این پول میخواد حق و سکوت بده اینو تهدید کن میخواست یه سیستم اطلاعاتی خودش رو تو کاخ سفید درست کنه که به هیچکی به جز خودش جواب نده بعد اسناد دروغ گفتن دولت در جنگ ویتنام درآمد پنتاگون پیپرز که اینا همش محدود به دوره نیکسون نبود خیلیش برمیگشت به دورهای قبل ولی بیابروی بزرگی بود برای کل دولت بعد گفتن که ما لیک داریم ما درز داره میکنه اطلاعات نشت میکنه اصطلاحا هم میگیم نشت دیگه مثل لوله که میگیم نشت میکنه اطلاعات هم میگن نشت میکنه گفتن اطلاعات نشت میکنه باید لوله کش بیاریم یک گروه لوله کاخ سفید درست کنیم وایت هاوس پلامرز واقعا هم گفتن و اینا چیکار میکردن اینا مثلا انقدر کارشون کثیف بود میدیدن اینی که اسناد و افشا کرده میره پیش یه تراپیستی گفتن بریم ببینیم از اون تراپیسته چی در میاد لجن در لجن بود سیاست ها و کارها و پولای پشت پرده بعد حالا عجیب ترش این که همه مکالمه ها رو ضبط میکردن نیکسون معلوم نیست چرا حالا شاید تو قصه واترگیت بهش برگردیم معلوم نیست ولی چرا همه مکالمات رو ضبط میکرد ها مذاکرات نیکسون با آدماش، دستیاراش، وزراش حرف‌های مهم، حرف‌های غیر مهم، چرتوپرد، همش هست نوارش هست <عموت> تحقیقات به یه جایی تا جای که جدرف گفتن نوارا رو باید بدین بررسی بشه گفتن نمیدیم این بکش اون بکش آخرش گفتن میدیم ولی فقط میدیم به فلان سناتوره ساعتها نوار خشخشی رو دادن به یک سناتوری که کر بود عملا یعنی اصلا یه کمدی تراژدی عجیبیه ناشنوا بود نمیش نمیتونست بشنوه خیلی سختش بود واقعا توی داستان عجیبی بعد نیکسون داره با یه کسایی درگیر میشه که عمری خودش رو در مقابل اینا دیده بچه پولدارا هارواردیا ها، اونایی که تو سیستم بودن نیکسون میگفت من از خارج سیستم اومدم بچه زرنگا امثال کندیا و دور کندی و اینا با اینا درگیر شد و آخرش هم شکست خورد دیگه شکست بعدی خورد و مجبور شد به استعفا شب قبل از اینکه استفاشو بده کیسینجر میگه منو صدا کرد گفت بیا با من دعا کن یا با هم دعا کن و حتی میگه که بغل هم کرد یا دستمو گرفت یا همچین چیزی نیکسونی که دست به کسی نمیزد عمدتا به خاطر همون تربیت مذهبیش در این صحنه عجیبی که کیسینجر تعریف میکنه حالا چقدر راست میگه چقدر نه میگه دعایی کرد و اشکی ریخت و بعدش هم فرداش نیکسون استعفا داد و رفت رفت که رفت شد یک رئیس جمهور آمریکا که استعفا داد بعدم معاونش شد رئیس جمهور فورد و یکی از کارهای مهمی که کرد همون اول این بود که نیکسون رو عفوش کرد شامل عفو ریاست جمهوری شد دیگه پیگرد قانونی نشد نیکسون احتمالا این کار کرد به خاطر اینکه حالا چطور تو قصه فورد بهش برسیم ولی به خاطر اینکه اگه نمیکرد یک دادگاه دنبال داری نیکسون براش برگزار میشد و این میشد موضوع مهم ریاست جمهوری و این نمیخواست ریاست جمهوری خودش بره زیر سوال دلایل دیگه هم داشت نیکسون هم میگفت تو این مملکت هیچ نیست که الان بی باشه نمیشه هیئت منصفه درست کرد تصمیم خیلی عجیبی هم ریست راستش اگر جامعه و سیاست آمریکا رو یه خورده بشناسیم گفتن وقت عبور کردنه وقت اینه که به جلو نگاه کنیم گذشته گذشته اینم که دیگه از رئیس جمهور بوده دیگه نیست همین تنبیه بزرگی براش و همین کارو کردن اچند فورد بعدها گفت من میدونم به خاطر این کارم خودم راهی جهنم کردم به خاطر اینکه نیکسون رو بخشیدم ولی خلاصه این کار رو کرد و البته نیکسون خ... از سیاست رفت بیرون ولی تا مدت مصاحبه میکرد مینوشت و از یه نظرای حداقل نظر فکری و ایدهی بسیار فعال بود و فعال موند. خیلی نیکسون کارنامه عجیبی داره و خیلی شخصیت پیچیده‌ای داره خیلی هاشو اینجا نگفتیم خیلی مثلا یه چیز خیلی مهمی که اصلا نگفتیم کودتای علیه آلینده در شیلیه کودتای شیلی کودتای خیلی بدنامیه دخالت تعیین کننده آمریکاست در سیاست داخلی به شدت دو قطبی شده شیلی که منجر شد به استقرار یک دیکتاتوری نظامی خشن که بسیاری رو کشت و البته برای وضع اقتصادی شیلی کارهای مثبتی کرد که باعث شد همچنان طرفدار داشته باشه در شیلی و در خارج از شیلی همین الان بعد از چند دهه نه جنایت هایی که اونجا کردن قابل انکار نه دستاورد که اونجا به دست آمد برای من قابل چشم پوشیه دیگه حالا اینکه آدم شاغول قضاوتش رو کجا بذاره موضوع کار ما نیست اینجا منتها اون دخالت بسیار مهم آمریکا ده تاثیر چند دهه گذاشت نه تنها روی شیلی روی آمریکای لاتین روی خیلی جاهای دیگه و اینم از تصمیم خروجی تصمیمات کیسینجر و نیکسون بود و مثل ویتنام این رو هم اینا شروع نکردن دولت کندی شروع کرد اما اعتقادی که اینا داشتن کیسینجری حرف عجیبی میزد میگفت مردم شیلی اشتباه کردن آلیندر رو انتخاب کردند. رئیس جمهور منتخب مردم بود میگفت رو اشتباه کردن انتخاب کردن و ما باید اینو درستش کنیم مسئله شیلی خیلی مهمتر از اینه که بذاریم مردم شیلی براش تصمیم بگیرن ما باید بریم کار رو درست کنیم دخالت آمریکا در آمریکای لاتین بی سابقه نبود زمان کندی کوبا بود زمان آیزنهاور گواتمالا بود ولی اینطوری مستقیم علنی در برابر حرف مردم واقعا اینو من فقط از تیم کیسینجر و نیکسون شنیدم و میشه حدسایی زد که تیمی که طرز فکرش اینه مثلا اگر در زمان انقلاب ایران در قدرت بود چطوری عمل میکرد خود نیکسون هم بارها دورش صحبت کرده گفته که من اگر بودم طور دیگری برخورد میکنم و کارتر رو روش رفتار کارتر رو نقد کرد کلا فکر میکنم تا قبل از این دنیای اینترنت و انفجار اطلاعات و اینا ما از هیچ آدم قدرتمندی به اندازه نیکسون سند نداشته باشیم نوشته ها و مکالمات ضبط شده و یادداشت‌های خودش و کیسینجر و اطرافیانشون و خیلی اینا منابع جالبی شدن برای پژوهشگران تاریخ چه اونایی که درباره شیلی پژوهش میکنن چه اونایی که درباره ایران چه اونایی که آمریکا چه ویتنام چه واقعا همه موضوعات دیگه حالا این شیلی رو گفتم ما قبلا درباره شیلی صحبت کردیم خیلی صحبت های دیگه هم میشه کرد لینک ویدیوهای درباره شیلی رو لینکشو توی توضیحات میذاریم درباره رابطه نیکسون و ایران و نیکسون و شاه هم دیگه تو این ویدیو جا نمیشد چون خیلی مفصله و به نظرم لازمه که تو یه ویدیو دیگه یه خورده مفصلتر دربارهش صحبت کنیم اونم میذاریم یه جای دیگه نیکسون وقتی مرد یک روزنامه نگار مهمی یک یادداشتی براش نوشت یاد نامه ای نوشت یا دقای فش نوشت نوشت تابوت چنین حیولایی رو باید میفرستادن تو فاضلا آدم بی اخلاق و بی اصولی که نه به کسی اعتماد داشت نه کسی بهش اعتماد داشت حتما همه آمریکایی‌ها یا حداقل همه ها اینطوری فکر نمی‌کردن و اینطوری فکر نمی‌کردن در نیکسون اما اینکه نویسنده با چنین زبان تندی سیاستمداری رو که 20 سال پیش از قدرت رفته کنار اینطوری بدرقه کنه اگر بیماند نباشه واقعا واقعا کم نزیره. حالا ولی گذشته از قضاوت اخلاقی و انسانی که شاید گذشتن ازش درست نباشه ولی برای مطالعه تاریخی ناگزیره کارنامه نیکسون رو هم که میبینیم گیج کننده است واقعا نمیشه راحت تصمیم گرفت دو تا نیکسون متفاوت داری سیاست مداری داری خیلی موفق که قفل رابطه با چین رو باز کرد که در دور دومش چنان پیروزی تاریخی به دست آورد و البته همون رئیس جمهور کسیه که تنها رئیس جمهور آمریکاست که مجبور شد استعفا بده رئیس جمهور آمریکا آدمی که این همه قدرت داره رو مردم آمریکا دیدن اومد نشست جلو دوربین گفت من دیگه نیستم و رفت آدمی که سالها کار کرده بود که به اونجا برسه کریر سیاسیش عملا زود تمام شد در بی‌آبرویی و رسوایی هم تمام شد خیلی میشه حرف زد درباره نیکسون من الان واقعا به اندازه 4 تا ویدیو یک ساعته دیگه حرف و سوژه ازش دارم ولی همین آشنایی مقدماتی بسته به نظرم الان با این آدمی که هم کارهای مثبتش و هم کارهای منفیش بسیار بسیار اثرگذار بود میشه تصور کرد از این بازی های واتیف تاریخی که ما عل... من بهش علاقه دارم که مثلا اگر واترگیت نبود الان نیکسون چطوری قضاوت میشد؟ اگر کل این قصه واترگیت یا اتفاق نیفتاده بود یا لو نمیرفت کاراش در سیاست داخلی و سیاست خارجی پایین آوردن سطح تنش در جنگ سرد اینا میومد توی ارزیابی ما دید و میشه کمی هم حالا بعدش رو هم نگاه کرد چون از نتایج یکم بلند مدت تر یا میان مدت رسوایی نیکسون این بود که جامعه ای که این سطح از بی اخلاقی و فساد سیاسی رو دید در دوره نیکسون و بعد دوره جانسون یعنی قبلش دوره جانسون رو دید و اون اسناد پنتاگون درآمد اسناد دروغ گفتن های دولت پشت دولت آمریکا درباره ویتنام خود داستان ویتنام واترگیت جامعه ای که اینا رو دی بعدش چه تصمیمی گرفت تصمیم گرفت نهایتا بره سراغ یه آدمی مثل کارتر چهار سال بعدش که در نگاهش حداقل این آدم پیامآور اخلاق بود کارتر رو به عنوان مجسمه اخلاق دید نگاهش به سیاست اصلا از یه جای دیگری بود و در نتیجه تبعات تصمیمهاش و تبعات اونجور نگاهش یه چیزی شد که حالا بعدا هم مردم آمریکا هم مردم جاهای دیگه دنیا از جمله ایران خیلی واضح دیدن و تجربه کردن اونطوری آدم اخلاقی بودن خیلی خوبه ولی خب میتونیم الان قضاوت کنیم که نتیجه اونطوری دیدن برای کارتر چی شد برای آمریکا چی شد و برای بقیه دنیا چی شد درباره کارتر و بقیه رئیس جمهورهای آمریکا ویدیوهای این پلیلیست رو ببینید ما داریم درباره یکی یکی رئیس جمهورهای قرن بیستم آمریکا ویدیو میسازیم